حالا با یه چکی حالا صد گرمه یا شرایطه شما حساب کنه آفیزداری بگیرن بایدن روی سنگه شما آفاده به دروگه مثلا یه چیز هست اصلا آفیزداری نگاه کنه زیانی که به ما رسیده متاسفانه از چاهای کشاورزی ما سالمان آب آب کم میکنه، ولی از دنبال اصل موضوع که نیستن که آب شرب داره بیروی مصرف میشه و اینم فرونشه، اصلش فرونشه است زمین هست، ولی فرونشه است کشاورزه. ما الان مردمی منطقه ما متاسفانه دیگه الان 2 سال 3 سال شده کلن از معنی زندگی نمیدونن چیه. در حدود 30 سال قبل در این منطقه یک اتفاقی افتاد که برای انتقال آب شهرستان‌های همجوار و مناطق اطراف کلن از این دشت اقدام به برداشت بیرویه یا آب کردن، یعنی برداشت حساب نشده به بهانه‌ی تأمین آب شرب شهرستان‌های همجوار که در این مدت از این آب برای خیلی مصارف دیگه هم استفاده شد و باعث از بین رفتن این دشت و به مشکل خوردن کشاورزان، دامداران و در کل از بین رفتن این دشت شد که آثارش هم باعث فرونشست شد در این منطقه. در دشت آیسک از توابع شهرستان سرایان به عنوان بحرانی ترین دشت استان خراسان جنوبی و یکی از 4 دشت فوق بحرانی کشور هستیم. در بالا دست این مجموعه حدود 8 حلقه چاه برای برداشت آب شرب شهرهای مجاور و روستاها حفر شده و با توجه به که قرار بوده از این منابع آبی سالانه حد اکثر 2 میلیون متر مکعب آب برای شهرهای همجوار برداشت بشه، متاسفانه شاهد برداشت بیرویه حتی در حد 6 میلیون متر مکعب در سال هستیم و این موضوع سبب شده که فشار مضاعفی بر چاهای کشاورزی منطقه هم ایجاد بشه. به دنبال این فرونشست و بحرانی شدن دشت، متولیان آب در سازمان آب منطقه استان خراسان جنوبی سالهاست که طرح تعادل بخشی منابع آبی را در دستور کار قرار دادن. در اجرای این طرح دبی و خروجی منابع آبی کشاورزان که متعلق به ملک خصوصی و شخصی افراد بوده حدود 50% تقلیل یافته و این کاهش برداشت سبب شده که خیلی از محصولات کشاورزی دیگه در منطقه انجام نشه و شاهد افت درآمد کشاورزان باشیم. الانم متاسفانه امسال که باز خوشسالی بیشتر هم شده، نه زعفرون دارن، نه زیره دارن، نه هیچی محصول هم ندارن و متاسفانه دیگه نمیدونم الان ما موندیم که چی کار کنیم با این موضوع. اگر راهکاری هست که دنبالش برن، اگر نم که دیگه ما از اینجا بریم. خب یکی از راهکارها و پیشنهاداتی که متولیان انجام دادن بحث کاهش مصرف آب کشاورزان بوده در راستای طرح تعادل بخشی که به نظر می رسد باید با توجه به حجم بالایی که برداشت آب فقط برای مصارف شرب شهرهای همجوار ما داریم در این دشت، اقدام جدی برای تأمین آب شرب شهرهای مجاور انجام بشه. متاسفانه با خوشسالی هایی که طی 2 دهه اخیر ما در منطقه داشتیم، علاوه بر افت منابع آبی شاهد تشدید فرونشست در حدود وسعت 32 کیلومتر مربع از دشت آیس هستیم. فرونشست ناشی از تراکم لایه‌های بالایی خاک و کاهش خلل و فرج موجود در خاک که با تخلیه و برداشت بیروی منابع آب، وقتی که این خلل و فرج از آب تخلیه میشه باعث نشست زمین و تراکم بیش از حد میشه. اونجور که مستظر اگر یک بطری آب معدنی رو ما وقتی که اگر با آب هست فشار بدیم تراکم ایجاد نمیشه، ولی وقتی همون بطری آب معدنی خالی باشه فشارش میدیم فشارده میشه و همین حالت رو هم توی بافت خاک اتفاق میفته. یعنی وقتی که ما برداشت بیرویه داشته باشیم از منابع آب و کاهش سطح آب رو داشته باشیم، وزن طبقات بالایی منجر به این میشه که تراکم بیش از حدی اتفاق بیفته و این فرونشست رخ بده. استان ما مهمترین منطقه‌ای که این بحث فرونشست رو داشتیم که به صورت درز و شکاف خودش رو نشون داده دشت سرایانه که از سال 78 این بحث فرونشست شروع شده و تا سال حدود 95-98 این بحث فرونشست افزایش داشت تو دشت سرایان.
خوشبختانه تو این دو سه سال گذشته با مدیریت منابع آبی که داشتیم و همچنین نصب کنترل هوشمند و جلوگیری از اضافه برداشت، تو این دو سال گذشته خوشبختانه افزایش فرونشستی تو منطقه رخ نداده. پدیده فرونشست زمین یه جزء آخرین مرحله از تخریب یک آبخان هست و در واقع مرگ یک آبخان هست که وقتی که این اتفاق میفته ما عملاً آبخان خودمون رو از دست میدیم و حتی اگر بارندگی های بیش از حد نرمال و حتی در حد 1000 میلیمتر هم داشته باشیم کمکی به تغذیه آبخان نخواهد کرد. ما در دشت سرایان 180 حلقه چاه ام از کشاورزی، صنعت و خدمات آب شور داریم. در همین راستا سندی تحت عنوان سند سازگاری با کم آبی در استان به تصویب رسید و در کارگروه کشوری نیز به تصویب رسیده است. از جمله راهکارهایی که میشه برای بحث زلزله خاموش یا فرونشست زمین ها انجام داد، آگاهی مردم نسبت به این موزل هست. اداره منابع طبیعی حاضر هست با توجه به پیشنهادهایی که از سوی سایر افراد به اداره ارجاع میشه، باعث طراحی و اجرای سازه ها در بالادست برای تغذیه آبهای زیرزمینی بشه. اسناد بالادستی هم که داریم در سند آمایش هم، آمایش سرزمینی چه استان چه کشور، توجه و لزوم توجه به برداشت از منابع آب در حد آب قابل برنامه‌ریزی احسا شده و به عنوان یه سند بالادست و در راستای رسیدن به این میزان حجم برداشت آب قابل برنامه‌ریزی در هر دشت، در سند سازگاری با کم آبی راهکارها در طی برنامه 7 ساله احسا شده که انشاءالله با همیاری و کمک تمام آحاد جامعه مخصوصا کشاورزان که نقش مؤثری در این خصوص دارن به عنوان بالاترین بهره بردار از منابع آب زیرزمینی، با اجرای سند سازگاری بتونیم دیگه شاهد این گونه پدیده ها نباشیم.